سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه به آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک خواهیم پرداخت نگاهی می‌کنیم به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تازگی جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد گزارشی هم داریم از سازمان گزارشگران بدون مرز که در گزارش اخیر خود به پرونده ده روزنامه نگار جانباخته ناپدید شده و زندانی در سراسر جهان پرداخته از طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت که در این طرح از حبس و حصر به عنوان مجازات بدل از حبس گنجانده شده مروری نیز داریم بر انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا که جمهوری خواهان اکثریت کرسی های آن را در اختیار گرفتند در پایان برنامه نیز میسان بختیاری خبرنگار من در ترکیه با من و شما خواهد بود تا نگاهی کند به تحولات هفته گذشته ترکیه با ما همراه باشید نزدیک شدن به ضرب از پیش تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی میان ایران و شش قدرت جهانی که پیش از این سوم آذر ماه تعیین شده بود، تحرکات دیپلماتیک شتاب بیشتری گرفته و دو طرف در تلاشن تا با حل و فصل اختلافات موجود زمینه امضای توافق را به وجود آورند. حسن روحانی در آستانی نهمین دور از مذاکرات هسته بر لزوم همکاری و اراده جدی دو طرف برای رسیدن به توافق کلی در همه زمینه ها تاکید کرده. این مذاکرات زودتر از موعد قبلی در بیستم آبان ماه برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در خصوص مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک گفته است که در صورت جدی بودن طرفهای حاضر در مذاکرات هسته‌ای در فرصت باقی مانده می توان به یک توافق کلی در همه زمینه‌ها دست یافت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا حسن روحانی در دیدار با برگ برنده وزیر امور خارجه نروژ گفته است اگر طرف های مذاکره کننده هستی اراده جدی داشته باشند در زمان باقی مانده می توانیم به توافق کلی در همه زمینه ها دست پیدا کنیم در همین حال روحانی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با پنج به علاوه یک گفته است جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود جدی است و در زمینه مسائل هسته بسیار شفاف بوده و فعالیت های ما زیر نظر آژانس بین المللیه انرژی اتمی و در چارچوب NPT قرار دارد. حسن روحانی اضافه کرده است. امیدواریم در موضوع هستهی به همان اهدافی که اعلام کرده ایم یعنی نتیجه برد برد که به نفع طرف این خواهد بود برسیم. در حالی که رئیس جمهوری اسلامی از امکان پذیر بودن یک توافق کلی در همه زمینه ها صحبت کرده است قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده و کاترین اشتون نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در روزهای نهم و دهم نوامبر مطابق با 18 و 19 آبان در مسقط پایتخت عمان در خصوص برنامه هسته جمهوری اسلامی مذاکره کنند خانم اشتون تا روز 31 اکتبر مطابق با جمعه نهم آبا ماه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران بود اما به رغم پایان یافتن دوره مسئولیتش وی به عنوان هماهنگ کننده گروه پنج علاوه یک در این مذاکرات شرکت خواهد داشت در همین حال به گفته عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج بلاوی یک یک هفته زودتر از تاریخی برگزار خواهد شد که اتحادیه اروپا اعلام کرده بود اتحادیه اروپا پیش از این با انتشار بیانیه‌ای تاریخ این مذاکرات را 27 آبان مطابق با 18 نوامبر و محل برگزاری آن را وین اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در روز بیستم آبان مطابق با 17 نوامبر در مسقط پایتخت عمان و پس از مذاکرات سه جانبه میان وزیران خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا با حضور کاترین اشتون برگزار می شود. مذاکرات سهجانبه جانبه ظریف اشتون کری قرار است در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط صورت گیرد. عراقچی گفت در مورد جلسات بعد از این جلسه و مذاکرات آتی پس از نشست عمان تصمیم گیری خواهد شد. جمهوری اسلامی در زمینه تعداد سانتریفیوژها ها، درجه غنیسازی اورانیوم و همچنین نحوه لغو تحریم های بین المللی اختلاف نظرهای جدی با شش قدرت جهانی دارد. ولی طرفین امیدوارند که در سه هفته پیش رو بتوانند بر این مشکلات فائق آیند و به توافقی جامع برای حل و فصل ابهامات مربوط به برنامه اتمی ایران دست یابند در رویدادی دیگر هم دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت که لغو کلیه تحریم ها ضرورتی غیر قابل اجتناب برای دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته است. به گزارش ایرنا، علی شمخانی در دیدار با برگ برند وزیر خارجه نروژ گفت تیم مذاکره کننده هسته ایران با اختیارات کافی همه ابتکارات ممکن را برای دستیابی به توافق با حفظ حقوق هسته جمهوری اسلامی به کار خواهد گرفت. وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا و سرپرست هیئت آمریکایی در مذاکرات گفته است در صورت عدم دستیابی به توافق ایران مسئول ناکامی ها شناخته خواهد شد. مذاکرات بین جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی بین جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک طی ماهای اخیر در جریان بوده است و بر اساس توافق قبلی اکنون دو طرف تا سوم آذر ماه مطابق با 24 نوامبر فرصت دارند تا به یک توافق نهایی دست یابند سی اکتبر اجلاس بررسی دوره وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این اجلاس توصیه های از سوی اعضاب جمهوری اسلامی ارائه شد و جمهوری اسلامی ایران تا ماه مارس فرصت دارد که پاسخ خود را به این توصیه ها اعلام کند. اما تهران تصمیم گیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای 108 کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را به تعویق انداخته است. به گزارش رسانه ها در تاریخ 31 اکتبر در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو نخست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گزارش های خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و سپس نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در نشست توصیه های دولت خود را با توجه به گزارش جمهوری اسلامی، گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارش سازمان های غیر دولتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردند. بر اساس این گزارش، فهرستی از 290 توصیه ارائه شده در این اجلاس منتشر شده است. در چند روز اخیر نمایندگان سه کشور آرژانتین، فیلیپین و رومانی پیشنهادات کشورهای حاضر در نشست را گردآوری و گروه بندی کردند. آنان علاوه بر این تا روز چهار نوامبر این توصیه ها را با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشتند. این بار اما جمهوری اسلامی برخلاف دور اول اجلاس در سال 2010 که در همان مرحله اول برخی از توصیه ها را پذیرفت تعدادی را رد کرد و تعدادی را به بعد مکول کرد تصمیم گیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادات 108 کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را به تعویق انداخته است شوله زمینی نماینده سازمان غیر دولتی زودویند در شورای حقوق بشر که در اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در جهان حضور دارد در این خصوص گفته است نفرات بالای هیئت نمایندگی ایران نسبت به سایر کشورها کاملا بیفایده بودند و آنها تنها حضوری نمایشی داشتند و هیچ کدام از پیشنهادها را طی صحبت با ترویکا آرژانتین، فیلیپین و رومانی نپذیرفتند و پذیرش یا عدم پذیرش توصیه ها را به ماه مارس 2015 همزمان با نشست 28 شورای حقوق بشر مکول کردند. حسن نایب پاشم دیگر نماینده سازمان غیر دولتی زودوین در شورای حقوق بشر نیز گفته است در گزارش ترویکا هیئت نمایندگی رسمی ایران 22 نفر ذکر شده در حالی که بنابر اظهار فعالان حقوق بشر که در هتل‌های مختلف ژنو حضور داشتند تعداد بسیار بیشتری نیز خارج از محل اجلاس هیئت نمایندگی ایران را همراهی می‌کردند گفتنیست همه کشورهای عضو سازمان ملل درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پیشنهادهایی دادند. لغو ادامه کودکان، لغو مجازات همجنس گرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان، بهبود وضعیت زنان و بهتر شدن میزان حضور آنان در اجتماع، توجه به حقوق زندانیان و حق آنان در داشتن وکیل، بهبود وضعیت زندانیان، قطع اعترافات اجباری به مسابه شکنجه زندانی، بهبود وضعیت حقوق دگرباشان جنسی و اقلیتهای مذهبی آزادی تجمع آزادی زندانیان سیاسی رعایت حقوق اقلیتهای قومی از جمله کردها توجه به حقوق دراویش، آزادی اقلیتهای مذهبی زندانی چون بهاییان توجه به حقوق بهاییان توقف برنامههای رسانه رسمی برای تقطعه اقلیتها مبارزه با خشونت خانگی و جنسی و آزادی روزنامه نگاران زندانی از جمله پیشنهادهای 108 کشور حاضر در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودند که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شدند. سازوکار اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در جهان در پنجمین نشست شورای حقوق بشر در تاریخ 28 خرداد 86 با توافق اعضا به تصویب رسید و بنیانگذاری شد این بررسی رویه ای دائمی است که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دوره های مشخص بررسی می شود لازم به یادآوری است که پیشنهادهای ارائه شده در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هیچ کشوری را مجبور به اجرا نمی کند. در حقیقت یک کشور می تواند تمام پیشنهادها را رد و قبول نکند و این پیشنهادها ضمانت اجرایی ندارند. حضور کشورها در این نشستها داوطلبانه است و سازوکارهای بین المللی نمی توانند کشورها را برای پذیرفتن پیشنهادات مطرح شده در جلسات بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر اجبار کنند. مناسبت دوم نوامبر نخستین روز جهانی پایان دادن به مسئولیت از مجازات عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید خود به پرونده دهتن تن از روزنامه نگاران جان باخته ناپدید شده و زندانی پرداخته که عاملان جنایت علیه آنان تحت هیچ گونه پیگرد و مجازات قرار نگرفتند. 18 دسامبر 2013 مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه روز دوم نوامبر را روز جهانی پایان دادن به مسئولیت از مجازات عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران نام نهاد در این روز دو گزارشگر رادیو فرانسه به هنگام انجام وظیفه در مالی کشته شدند سازمان گزارشگران بدون مرز به همین بهانه ده مورد مسونیت از مجازات در سراسر جهان را در پیوند با نگاران به شکل نمادین معرفی کرده است در این ده نمونه یا هیچ تحقیق و دادرسی رسمی برای روشن شدن حقیقت انجام نشده یا اگر اقدامی صورت گرفته ناچیز و ناکافی بوده است در ده جنایت مسون از مجازاتی که در تارنمای هشتک مبارزه با مسونیت معرفی شده است برخی از روزنامه نگاران ناپدید شدند و برخی دیگر کشته شدند کریستوف دولوار دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز در پیوند با گزارش اخیر این سازمان گفته است نباید روزنامه نگاران قربانی جنایت را حتی پس از مرگشان فراموش کنیم ده موردی که ما معرفی کرده ایم نمادهایی از دهشتناکی مسونیت از مجازات هستند و در اصل قربانی عدم تمایل برخی از مسئولان در سرکوب جنایات علیه کسانی شدند که تلاش کردند جهان را آن گونه که هست نشان دهند این حد از مسئولیت در عمل تشویق عامل جنایت است ده روزنامه نگار یاد شده به دلیل کنشگری درباره فساد قاچاق مواد مخدر، انتقاد از مقامات حکومتی و نهادهای امنیتی و افشای نقص حقوق بشر هدف قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز، ضعف پلیس و دستگاه قضایی کشورها را در عدم شناسایی و معرفی آمران و عاملان این جنایتها محکوم کرده است. در ده سال گذشته، نزدیک به 800 روزنامه به هنگام انجام وظیفه خود جان باختند. سال 2012 با 88 روزنامه نگار کشته شده سالی مرگبار برای روزنامه نگاران بود. در سال 2013 شمار کشته شدگان کاهشی نسبی داشت اما حمله و تهدید علیه روزنامه نگاران افزایشی چشمگیر پیدا کرد و تا امروز 56 روزنامه نگار از آغاز سال میلادی 2014 جان باختند. لایحه تعریف جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تبیین جزئیاتی از این لایحه گفته در طرح جرم سیاسی حبس و حصر خانگی به عنوان مجازات بدل از حبس گنجانده شده است. حصر خانگی در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد اما بسیاری از منتقدان حکومت سال هاست که در حصر خانگی به سر میبرند. ابوالفضل ابو ترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به مجازات بدل از حبس تصریح کرد ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حسر خانگی دیده ایم ولی مسادیق آن را نگفته ایم. به اضافه کرد مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آین های داخلی تعیین کرده و می توانند حصر خانگی یا زندان خانگی و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند. نماینده نجاف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت که خیلی از جرایم با حبس در زندان حل نمی شود و حتی ممکن است که مشکل زانیز باشد. در حالی که حصر خانگی در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد پس از انقلاب سال 57 بسیاری از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی سالها در حصر خانگی زندانی شدند نورالدین کیانوری دبیر کل پیشین حزب توده ایران و آیت الله حسین علی منتظری که از منتقدین حکومت جمهوری اسلامی بود سالها در حصر خانگی زندگی میکردند میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه خود همچنین درباره امکانات لازم برای اجرای مواد طرح جرم سیاسی و مواردی چون ملاقات روزانه زندانیان سیاسی با اقوام درجه یک و دسترسی به مجلات، کتاب و اینترنت نیز گفت به صورت آزمایشی در استان اسفهان کارهایی صورت گرفت ولی واقعیت امر این است که زیر هنوز فراهم نیست. ابو ترابی از برگزاری جلساتی با سازمان زندانها و قوه قضایی در رابطه با طرح جرم سیاسی خبر داد و افزود ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات همچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر جرایم خشن هزینه ای ندارد که سازمان زندان ها بخواهد از اجرای آن شان خالی کنند. طرح جرم سیاسی در سیاکم شهری ماه 92 در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و در حال حاضر در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد این اقدام جرم سیاسی محسوب می شود. در صورت تصویب نهایی طرح نمایندگان رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه کیفری مرکز استان به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد. بر اساس این طرح توهین ایراد افترا و نشر اکازیب در مورد رؤسای سقوه رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان از جمله مصادیق جرم سیاسی است. در این طرح مزایایی نیز برای زندانیان سیاسی پیش بینی شده است که از جمله آنها ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان، ممنوعیت دست زدن، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس است. جمهوری خواه آمریکا در رقابت برای کرسی های مجلس سنا توانست در ایالت های آرکانزاس، کلرادو، آیووا، مونتانا، کارولینای شمالی، داکوتای جنوبی و ویرجینیای غربی به پیروزی برسد و کنترل مجلس سنا را از دموکرات ها خارج کند. به این ترتیب هر دو مجلس نمایندگان و سنا به کنترل جمهوری خواهان درآمد. با کنترل کنگره توسط جمهوری خواهان این حزب خواهد توانست در دو سال پایانی ریاست جمهوری باراک اوباما نقش پررنگتری ایفا کند این دوره از انتخابات گرانترین انتخابات میان دوره در تاریخ آمریکا بود انتخابات میان دوره آمریکا برای تعیین بیش از 471 عضو کنگره و 36 فرماندار روز سهشنبه 13 آبان در این کشور آغاز شد. از آغاز به باور تحلیلگران مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری خواه میماند و نگاه ها بیشتر بر مجلس سنا متمرکز بود. از یکصد کرسی مجلس سنا در قبل از انتخابات 45 پنج کرسی در اختیار جمهوری خواهان بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید حزب رئی جمهوری حاضر در قدرت از لحاظ تاریخی در انتخابات میان دورهای دور دوم ریاست جمهوری وی متحمل شکست می شود و این بار هم چنین شد پیروزی جمهوری خان در انتخابات میان دوره کنگره محدودیت های زیادی را برای باراک اوباما جمهور این کشور ایجاد خواهد کرد طی هر سال گذشته این اولین بار است که جمهوری خان اکثریت کرسی های سنا را به دست می گیرند. در انتخابات روز گذشته جمهوری خواهان با 51 کرسی از 100 کرسی سنای آمریکا و داشتن اکثریت در مجلس نمایندگان دموکراتها را شکست دادند. از سال 2006 تا پیش از این انتخابات دموکراتها با پنج کرسی اکثریت سنا را در اختیار داشتند اما آنها با از دست دادن هفت کرسی سنا را به جمهوری خواهان واگذار کردند. گزارش ها نشان می دهد که جمهوری خان می توانند سلطه خود را بر مجلس نمایندگان که از سال 2010 تا کنون بر آن مسلط هستند همچنان حفظ کنند. آنها از 435 کرسی در مجلس نمایندگان بر 233 کرسی مسلط هستند. برخی کارشناسان پیش بینی کرده بودند که در این انتخابات جمهوری خواهان همچنان مجلس نمایندگان را در کنترل خود نگه دارند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این گفته بود که دموکراتها در سنا ممکن است با سختترین رقابت انتخاباتی از سال 58 روبرو باشند. برخی از قانونگذاران مخالف دولت اوباما از نحوه برخورد رئیس جمهوری با دخالت های روسیه در اوکراین و حملات هوایی آمریکا به شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه انتقاد کردند. با پیروزی جمهوری خواهان انتظار می رود که اختلافات میان ری جمهوری و کنگره بر سر ترهای باراک اوباما برای اصلاح نظام خدمات درمانی مسئله مبارزه با ابولا و برخی سیاست های خارجی به ویژه در قبال جمهوری اسلامی تشریح شود. است که پیش از این انتخابات نظرسنجی ها نشان میداد که محبوبیت باراک اوباما ری جمهوری آمریکا در بین آمریکایی ها کاهش یافته است. به همین دلیل برخی شکست دموکرات ها و پیروزی جمهوری خواهان در کنترل سنا را نتیجه کاهش محبوبیت اوباما دانستند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رهبران دو حزب جمهوری خواهان و دموکراتها در مجلس نمایندگان و سنا را برای تشکیل جلسه ای در کاخ سفید دعوت کرد در این جلسه که قرار است روز جمعه برگزار شود رهبران دو حزب درباره مسائل مهم جهانی و چالش هایی که آمریکا در حال حاضر با آنها روبروست گفتگو خواهند کرد در حالی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین فرمان اعزام نیروی اضافی به شرق و جنوب شرقی این کشور را صادر کرده فرماندهی ناتو نیز میگوید نیروهای روسیه در حال نزدیکتر شدن به مرز اوکراین هستند روسیه اما اتهام دخالت نظامی در شرق اوکراین را رد کرده است به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پروشنکو اعلام کرد که به فرماندهان نظامی این کشور دستور داده است که در برابر حمله احتمالی جدایی طلبان هوادار روسیه به شهرهای شرق و جنوب شرقی اوکراین واحدهای نظامی جدیدی را به این مناطق اعزام کنند. وی در نشست شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین گفت چندین گروه و واحد نظامی جدید تشکیل شدند که برای مقابله فوری با تهاجم احتمالی به ماریوپول، بردیانسک، خارکوف و شمال لوهانکس آمادگی دارند. این فرمانه رئیس جمهوری اوکراین به دنبال انتخابات اخیر در ایالتهای شرقی دونتسک و لوهانگس صادر می شود. شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین روز یکشنبه با برگزاری انتخاباتی الکساندر زاخارچنگو و ایگور پولتینسکی را به عنوان رؤسای جمهوری دونتسک و لوهانگس برگزیدند. اما این اقدام اعتراض شدید کیف، اتحادیه اروپا، آمریکا و دبیر کل سازمان ملل متحد را به دنبال داشت که معتقدند این انتخابات غیرقانونی و نامشروع است و اراده مردم را نمایان نمی کند در حالی که روسیه خود را حامی انتخابات معرفی کرده است. در این شرایط پترو پروشنکو بار دیگر انتخابات روز یکشنبه را ساختگی خواند و تاکید کرد که این انتخابات شروط توافق صلح میان کیف و جدایی طلبان را نقض می کند که ماه سپتامبر با هدف پایان دادن به هفت ماه جنگ در این کشور حاصل آمده بود. آقای پرشنکو تاکید کرد که کیف اگرچه همچنان خود را متحد به قرارداد صلح با جدایی طلبان حامی روسیه میداند اما در عین حال برای جنگ نیز آمادگی دارد به گفته او اوکراین همچنان مدافع سرسخت طرح صلح خواهد بود اما این دیگر طرف ها هستند که به تعهدات خود پایبند نیستند در همین حال ینس اشتولنبرگ دبیر کل ناتو در کنفرانسی خبری اعلام کرد که نیروهای روسیه به سمت مرزهای اوکراین پیشروی می کنند. به گفته او روسیه همچنان به حمایت از جدایی طلبان اوکراین ادامه می دهد و ضمن آموزش و فراهم آوردن تجهیزات برای آنها نیروهای ویژه را هم در شرق اوکراین دارد. دبیر کل ناتو در نهایت به روسیه توصیه کرده است که صادقانه برای دستیابی به راه حل سلحامی تلاش کند و با استفاده از نفوذ خود بر جدایی طلبان آنها را مجبور کند به توافق میس و آتش بس احترام بگذارند. در حال حاضر میان نیروهای دولتی اوکراین و شورشیان در شرق منطقه حائل غیر نظامی وجود دارد و آتشبسی شکننده که طی آن دو طرف بارها با هم درگیر شدند. درگیری‌های ماه‌های گذشته نزدیک به 3700 کشته بر جای گذاشته است. در این بخش از برنامه سری میزنیم به مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد. در این گزارش مشخصا نگاهی میکنیم به رویدادهای اقتصادی و نظامی در ترکیه از نگاه روزنامه این کشور در هفته‌ای که گذشته پیدا روزنامه استار که طی گزارشی ضمن اشاره به اینکه کاهش بهای جهانی نفت به پایینترین سطح در چهار سال اخیر رسیده نوشته این موضوع باعث میشه هزینه نفتی ترکیه کاهش پیدا بکنه استار می نویسد کاهش 33 دلاری در قیمت نفت در طول 4 -5 ماه اخیر برای ترکیه درآمد سالانه ای به میزان 13 میلیارد دلار به همراه خواهد داشت. اما روزنامه آکشام در خبری دیگه البته به نقل قول از نهاد زیبکشی وزیر اقتصاد ترکیه به موضوع سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه پرداخته و نوشته میزان سرمایه گذاری های مستقیم در ترکیه تا سال 2002 حدود 14 میلیارد دلار بوده این رقم در حال حاضر به 150 میلیارد دلار رسیده که 70 درصد این سرمایه گذاری ها توسط کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفته روزنامه آکشام در ادامه مطلب خودش می ترکیه در مدت دوازده سال گذشته به صورت میانگین هر سال رشدی به میزان پنج ممیز یک درصد داشته اما روزنامه یعنی شفق در گزارشی تحت عنوان ترکیه جنگنده های اف 35 خود رو به دست می آورد نوشته مدیران عالی رتبه شرکت لوکیت مارتین که تولید کننده هواپیماهای اف 35 هستند گفتند که دو فروند از 100 فروند هواپیمای اف 35 سفارش داده شده از سوی ترکیه رو در سال 2018 به این کشور تحویل خواهند داد مقامات این شرکت گفتند که شش قطعه مهم این هواپیما توسط ترکیه تولید شده و اضافه کردن ترکیه به عنوان یک متحد قابل اعتماد برای امریکا محسوب میشه اما در ارتباط با خبرهای نظامی روزنامه استار در خبری با این تیز نوشته ارتش ترکیه قادر به پاک کردن 14 کشور از نقشه خاورمیانه استش روزنامه استار البته نقل قول میکنه از نشریه بیزنس اسنایدر ای که این نشریه اقدام به بررسی توان نظامی و کشورها در منطقه خاورمیانه کرده این روزنامه البته می نویسه که ترکیه قوی ترین کشور خاورمیانه در منطقه است ترکیه با داشتن یک بودجه دفاعی به میزان 18 میلیارد دلار برخورداری از 410 هزار نیروی فعال نظامی در خط جبه و همینطور 3657 تانک و 989 فروند هواپیمای جنگی قوی ترین کشور خاور میان هستش حالا البته این آمار و ارقام مشخص نیست تا اندازه میتونه برای این موضوع دلالت کنه اما خب میدونیم در واقع چنین موضوعاتی بیشتر هم از سوی کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی در منطقه به شکلی دیگه مطرح شده مثلا با تکیه بر توان موشکی خودش یا برخی از کارشناسان معتقدن که در واقع اسرائیل مجهزترین ارتش منطقه رو در اختیار داره آمار و ارقامی که به هر روی بر روی کاغذ هستش اما در ادامه این خبرهای مثبت اقتصادی برای ترکیه این هفته مؤسسه بین المللی اعتبار سنجی مودیز هشدار داده به ترکیه در زمینه تاثیرات احتمالی بحران موجود در خاور میانه و گفته بحران خاورمیانه میانه می تواند اقتصاد ترکیه رو در جهتی منفی تحت تاثیر قرار بده این مؤسسه اعلام کرده که رشد اقتصادی در ترکیه در طول چهار سال اخیر با طلب داخلی که از خارج از کشور به صورت فاینانس بوده تأمین گشته مدیس هشدار میده که اگرچه تأمین اعتبار دولتی به صورت وام یک ویژگی نیرومند هستش ولی کندی در رشد اقتصادی و شکننده بودن اعتماد و اطمینان به سرمایه گذار میتونه این امر رو در جهتی منفی تحت تاثیر خودش قرار بده با این خبر هشدار دهنده به پایان گزارش این هفته میرسیم در هفته به تحولات سیاسی در منطقه هم خواهیم پرداخت بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود.